أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله السلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران و خواهران. یک کتابی را بنده تهیه کردم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به نام کتاب گناه شناسی. خیلی مهم است که انسان در رابطه با گناه، آثار گناه، عواقب گناه، مخصوصا گناهان کبیره تحقیق بکند تا خدای نخواسته به یک مشکلاتی که قابل علاج نباشد نیفتد. مثلا در زندگی روزمره هم همینطور هست. شما اگر قوانین رو بلد نباشید، حداقل اون قانونها یک وقت مواجه میشید با مشکلات کثیر و عذری هم ندارید. مثلا اگر شما جرائم رانندگی را مخصوصا در کشورهای غربی بلد نباشید، خب بعد از یک مدت میبینید که چندین هزار دلار و یا یورو و از دست دادن اون درایور لیسنس و گواهینامه و اینها منجر میشود و هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. لذا بنده میخواهم که یکی دو تا حدیث درباره همین گناه خدمت شما به عرض برسانم. در قرآن کریم هم فرمودن که به این مضمون، آیا ندیدید که خداوند یک نعماتی رو برای انسانهایی برای اقوامی دادن، ولی اونها عوض شکر نعمت آمدن گناه کردن و اون نعمتها تبدیل به نقمت شد و خداوند عذابش رو بر اونها نازل کرد. یکی از اون احادیث امام علی علیه السلام فرمودن من کسر فکره فی المعاصی دعت و الیها، کسی که در بانه گناه بسیار فکر بکند بالاخره به اون گناه دچار می شود. مثلا جوانی اگر خدای نخواسته به ارتباط با نامحرم فکر بکند بالاخره دچار همون می شود، یا هر گناه دیگری را شما فکرشو بکنید. یا در حدیث دیگر می فرماید یاک والوقوع فی الشبهات والولوع بالشهوات، فرمودن که بپرهیزید از شبهات و مشتبهاتی که مال، پول، اینهایی که شبهه دارن، معلوم نیست حلال هست یا حرام هست، از اینها بپرهیزید. و یا شهوت ها بحث های زیادی هست که تنها شهوت جنسی نیست، شکم و هوس و اینها هم مطرح هست، از اینها بپرهیزید که اینها چیکار میکند. فانهما یقبدانک الی الوقوع فی الحرام و ارتکاب کثیر من الاثام، اینها شما را به سمت گناه و کارهای حرام میکشاند و بسیاری از گناهان به همین خاطر انسان مرتکب می شود. یا امام باقر علیه السلام فرمودن لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه، هیچ کسی از گناه سالم نمی ماند مگر اینکه زبانش را حفظ بکند. حالا می خواهم که درباره سرچشمه گناهان یک حدیث زیبایی از امام پیامبر گرامی اسلام عرض بکنم که فرمودن ان اول ما عصی الله بهی ست، همانا اولین چیزهایی که با آن معصیت خدای متعال صورت گرفته است 6 چیز هست، و یا با تعبیر بگیم سرچشمه گناهان این 6 تا هست. اول حب الدنیا، این دنیا دوستی، مال دوستی، اینها باعث می شود که انسان به گناهان دیگر، به دروغ، به غیبت، به تهمت، به حق دیگران رو خوردن انسان بیفتن. خب بعضی ها هست که پولدار هستن، خیلی هم ثروت دارن، فرمودن و دومش و حب الرئاسه، ریاست طلبی، اینی که من رئیس باشم. بعضی ها هست که در بعضی از کشورها حتی نیازی به پولم ندارن، به مالم ندارن، خب در یک مجموعه هست، حتی مجموعه ها و مراکز اسلامی که پول که نمیدهن و پول که
نمیگیرن، بلکه مصرف هم میکنن به خاطر حب ریاست طلبی. اینا همش بحث داره. و فرمودن و حب و طعام، سومینش این است که طعام، غذا دوست داشتن، خیلی انسان شکمباره باشد، این باعث می شود دیگه حلال و حرام و هر چیزی که پیش بیاید بخورد، مخصوصا در کشورهای غربی که معلوم نیست این گوشت ها حلال هست یا حرام هست. و حب و نسا، زن دوستی، زن بارگی، اینی که خیلی دنبال زن باشد ولو زن حلال، خب این باعث میشه که انسان به گناهان بیفتد. بله، زن دوستی خیلی خوب هست، همسر دوستی خیلی خوب هست، تا جایی که انسان را به گناه نیندازد. نه اینکه به خاطر رضایت زن حالا من حلال و حرام بکنم، خبز ندهم، این ندهم، که برایش خانه و طلا و جواهرات و اون چیزایی که اون میخواهد. بله، تا وقتی که انسان دارد دریغ نکند، ولی اینه ای که خود را به حرام بیندازد. و حب و نوم، این که خیلی خواب دوست باشد، خیلی خواب را دوست داشته باشد. خب این از نماز صبح میفتد، از نماز شب میفتد، خب خیلی از باعث گناهان دیگری هم میشود. و حب و راحه، راحت طلبی هم باعث همین ها میشود. و حالا احادیث در این رابطه خیلی زیاد هست. فرموده است که خدای متعال در مناجات حضرت موسی علیه السلام به او فرمود یا موسی لا تغبت احدا بکثرت المال، خیلی غبطه نخور به اینی که دیگران مال زیاد دارند. فان مع کثرت المال تکثر الذنوب، با زیادی مال گناه هم زیاد میشه. حالا انسان اگر پول نداشته باشه، خب خیلی از گناهان را نمیتواند انجام بدهد. یک جوانی که پول ندارد نمیتواند برد فحشا بکند، منکرات بکند، خدای نخواسته شراب بخرد بخورد. یک کسی که پول نداشته باشد نمیتواند خب گردش و تفریح های حرام برود. ولی این پول هست، این ثروت هست که انسان را مست میکند و میرود. بله، پول داشتن و کسب درآمد خیلی توصیه شده است، انسان ثروت به دست بیارد، کسب درآمد بکند. ولی المال للانفاق لا للامساك، مال را انسان جمع بکند برای اینکه به دیگران انفاق بکند، به کمک دیگران برسد، نه اینکه برای خود جمع بکند. لذاست پس اسلام هم میگوید که انسان فعالیت بکند، تلاش بکند، کوشش بکند، پول تا میتواند انسان پول حلال در بیارد، ولو 1,000,000 دلار، 1,000,000,000 دلار، ولی این رو پیش خود جمع نکند که این آب را اگر انسان جاری بسازد اون آب سالم میماند، اگر اون را در یک مخزنی ذخیره بکند بالاخره این آب گندیده میشود. مال هم همینطور هست، مال را انسان کسب بکند، چنانچه ائمه اطهار علیهم السلام هم خیلی درآمد داشتن ولی همه را در راه خدا انفاق میکردن، میفرمودن که همه اونها در قیامت انسان به دردش میخورد. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگرداند که از گناهان کوچک و بزرگ دوری بکنیم و به ثوابهای خود بیفزاییم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.